سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگه از کورس اپلیکیشن سکیوریتی در خدمتتونم. خب فکر میکنم که تا پیلود رو با همدیگه رفته بودیم، اکسپلویت رو پیلود رو تو ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم. تو این ویدیو میخوایم مفاهیم دیگر رو با هم دیگه مرور کنیم. به نظر بریم این چند تا مفهوم اینجا مرور کنیم. این میشه گفت کلماتیه یا زبانی که میتونیم با هم دیگه سینک بشیم و با هم راحت در صحبت کنیم. خب سی وی ای چیست؟ سی وی عدده. پس چی شد؟ سی وی یک عدده. خب این عدده چیه؟ این عدده به ما این امکانو میده که بتونیم یه آسیب پذیری شناسایی کنیم. برای مثال فکر کنیم من وردپرس نصب کردم ورژن مثلا 5.2.3 فرضاً، بعد توی قسمت کامنتش استورد XSS داره. حالا اگه نمیدونید اینا چیه، یا آسیب پذیریه یا آسیب پذیری داره. حالا من میخوام یه جا مشاوره امنیت هم میخوام به IT بگم که آقا این وردپرستون رو آپدیت کنید. اون به من میگه چه آسیب پذیری داره. من میگم آقا وردپرستون این ورژنه، بعد اینجا تو قسمت کامنتش اینجوری میشه. بعد اون میگه خب چه جوری اینجوری میشه، من بعد ای برش توضیح بدم، لینک بفرستم و و و, و الی آخر. خب این میشه انسان به انسان. یه موقع ماشین یا آسیب پذیری پیدا میکنه میخواد به ما گزارش بده. خب چجوری گزارش بده؟ برای اینکه همه این داستان رو رفع بشه ما یه عدد میگیم. من میگم آقا سی وی 2021-14575 تموم شد. اینو به اون شخص میگم، اون شخص خودش میره میخونه راجبش و میتونه کلی اطلاعات گیر بیاره و این یه زبان مشترکیه که تو کامیونیتی ما داریم. یعنی من دنبال یه اکسپلویت میگردم، دیگه میدونیم اکسپلویت چیه، دنبال یه اکسپلویت میگردم که مختص این سی وی. اوکی دیگه میرم پیداش میکنم. اگه این عدد نباشه من کجا این اکسپلویت پیدا کنم؟ خیلی سخت پیدا میشه. یه جورایی مفهوم همون هشتگو داره تو شبکه‌های اجتماعی. ببینید روی تاپیک مشترک ما می‌خوایم صحبت کنیم، یه هشتگ تعیین می‌کنیم که با اون هشتگ میتونیم چی همه اطلاعات مربوط به اون تاپیکو در بیاریم. حالا اینجا هم سی وی همینه. اگه ما سی وی رو داشته باشیم میتونیم اطلاعات مربوط به آسیب پذیری در بیاریم. اطلاعات میتونه اطلاعات فنی باشه، میتونه تحلیلش باشه که 6 ماه توسط شخصی که آسیب پذیری پیدا کرده منتشر میشه، مثلا توی وبلاگ پستی 6 ماه بعد. ببین ما دوباره با سرچ گوگل به دستش میاریم، چه جوری؟ با سی وی ای. بعد میتونه اکسپلویت کدی باشه که تو گیست یه نفر میذاره، مثلا یک سال حتی بعد یا دو سال بعد اینکه سی وی ای منتشر شده دوباره با چی؟ سی وی ای نامبر. همه اینا با سی وی ای. خب بریم مثلا من بزنم چی؟ سی وی ای وردپرس. ببینیم وردپرس چه سی وی ای هایی داشته. پس آسیب پذیری اگه من پیدا کنم رو وردپرس گزارش بدم، یه سی وی نامبر اختصاص پیدا میکنه به اون آسیب پذیری. حالا بعد من بعدم میتونم برم اون آسیب پذیری رو تحلیل کنم برای بقیه. خب ببینید از سال 2004 اومده دستبندی کنه وردپرس رو که در به صورت کلی 343 تا آسیب پذیری رو وردپرس گزارش شده که اگه دقت کنید تقسیم بندی کرده DOS code execution, memory corruption, SQL injection, XSS, directory traversal و الی آخر، که هر کدوم اینا یکی از تاپیک های OASPه. که بذارید ببینم که اصلا OASP چیست. اینجا الان OASP چیست هم بهتون میگم که حالا چون من این تیکه کورس رو میخواستم یکم خودمونی باشه، انقدر دیگه رسمیش نکنیم، اینجوریش کردم، دیدم بهتره. حالا مثلا این فصل پنج اینجوری بریم جلو که OASP چیست. OASP یه کامیونیتی آنلاینه. حالا من اینجا براتون سرچ کنم. بعد یه کامیونیتی آنلاینه که بچه دور هم جمعن و یه سری دستور عمل تعیین میکنن برای اینکه یه وبسایت چجوری تست کنیم، چجوری گزارش بدیم، یه 10 تا آسیب پذیری برتر هر 4 سال یه بار چجوری با چه متدولوژی تست کنیم و و و و هر آنچه که هم جامعه هم هر آنچه که کمک میکنه که امنیت اینترنت بهتر و بیشتر بشه ما تو OASP این کارو انجام میدیم. The OASP Web Application Security Project که در واقع Open Web Application Web Application Security Project رو میشه میگیم OASP is an online community that produces freely available articles. پس چیزایی که تو OASP داریم ما بچه ها چیان رایگانن و همه دارن کمک میکنن که این کامیونیتی بره بالا، به جای بهتری تبدیل شه و برای همه بهتره. متدولوژی و داکیومنت و تولز و تکنولوژی همه چی داره دیگه، فری و اوپن سورس. پس OASP ابزاری که ما میده چی؟ اوپن سورس و رایگان و فری. فاوندد 2001 اومد بیرون، یعنی تاسیس شد اومد بیرون. بعد حالا بریم مثلا 2022 اینجا
سی وی هایی که برای چی اومده؟ برای وردپرس اومده. میبینی این سی وی ها وجود داره، گفتیم چی؟ آسیب پذیری هستش. هر آسیب پذیری چی میخواد؟ جلسه قبل بهتون گفتم یا نه اکسپلویت کد میخواد که تو اکسپلویت کد یه پیلودی هم هست. حالا مثلا میگم یه اسکیل اینجکشن، اینجا حالا میتونیم توضیحاتش هم بخونیم ها. حالا بعضی سی وی ها فقط همین یه توضیح دارن، بعضی شما سرچ کنید بیشتر هم گیر میاد. ما میگیم آقا یه XSS رو وردپرس اومده، XSS جدیدی هم هست، حالا این سی وی رو ما اینجا میزنیم و سرچ میکنیم برای اکسپلویت یا پیلودش، ببینیم این اکسپلویت یا پیلود پیدا میشه بچه‌ها یا نه. بذارید من ببینم که، یعنی منظورم اینه که ما میتونیم حول این عدد شروع کنیم سرچ کردن. بعد هیچ دیگه اینجا نیستش، اکسپلویت کدش هم حالا باید ببینیم جای گیر میاد یا نه. یعنی منظورم اینه که یه سری آسیب پذیری وجود دارن که اکسپلویت کد ندارن و گفتیم اکسپلویت چیه؟ اون چکشیه که میزنیم و پیلود اون کله یه چکشه، اونا باید وجود داشته باشه. حالا میدونین XSS البته چیزش اسکورش پایینه دیگه و عرضم به خدمتتون که من CVSS اسکور بهتون گفتم، درسته؟ CVSS اسکور رو گفتم و اینجا هم داریمش. ببین اینجا اسکورش 3.5، اسکور این 5، 6.5 و 6.5، یکی 6.5. وقتی 6.5 و اسکیل اینجکشنه همینجوری احساس میکنم که میشه چیکار کرد؟ اتنتیکیشنش نمیم چرا همت سار کرده احتمال میکنم احساس میکنم اتنتیکیشنش چیز بعد باشه، اتنتیکیشنش بعد افتر اتنتیکیت باشه و یعنی کمی رفت بالاتر. خب حالا در کل این میشه سی وی ای. پس ما مفهوم سی وی ای داریم، حالا مفهوم زیرو دی وان دی رو میگیم. حالا اگه من یه آسیب پذیری پیدا کنم و گزارش ندم به وردپرس، این میشه زیرو دی، یعنی آسیب پذیری که اصلا خود وردپرس هم نمیدونه وجود داره، چه برسه به اینکه سی وی ای نامبر بگیره، یعنی هیچی ما ازش نداریم. پس اینو ما بهش میگیم زیرو دی و این آسیب پذیری به شدت خطرناکه. چرا؟ چون هیچ کس ازش خبر نداره که بخواد پچ کنه. یعنی فکر کنید من روی وردپرس یه زیرو دی پیدا کنم، اگه روی وردپرس زیرو دی پیدا کنم، حالا فکر کنیم که پری آت باشه یا سی وی اس اسکور بالا داشته باشه، میام و این وبسایت رو به قول معروف هک میکنم یا مثلا اون دسترسی لازمو میگم. حالا بستگی داره که آسیب پذیری چیه. پس زیرو دی اینقدر خطرناکه. وان دی چیه؟ وان دی اینه که من آسیب پذیری به وردپرس گزارش میدم، وردپرس حالا تو گیت هابش پچ میکنه، به محضی که پچ میکنه یعنی به هر یه کامیت میکنه دیگه. یه سری آدم هکر پکر رفتن و میرن اون پشت کار میکنن، کد دیفرنت میگیرن، میبینن بین این دوتا کد یه مشکلی هست، یا مثلا خود وردپرس حتی میزنه سکیوریتی پچ، میگن اینجوریه، پس این آسیب پذیریه زیرو دی، اوکی امروز پچ شده ولی همین الان من اکسپلویتش میکنم. چرا؟ چون هیچ کس تو دنیا هنوز آپدیت نکرده وردپرس، شما به این میگیم وان دی. آسیب پذیری که چی؟ سی وی ای گرفته یا میتونه بگیره یا سی وی اسکور داره یا دیگه وندور فهمیده و پچ رو صادر کرده ولی هنوز کسی اینو پچ نکرده و همه موندن، ما میگیم چی؟ وان دی. آسیب پذیری وان دیه. بعد عرضم به خدمتتون که پس اینم از مفهوم زیرو دی و وان دی. پس ما اگه توی اپلیکیشنی، توی پورتال، توی سی ام اس آسیب پذیری پیدا کنیم و گزارشش نکنیم، زیرو دیه. حالا هر پورتالی رو ما پیدا کنیم میتونیم گزارش کنیم، بعضی پورتال ها فقط یه جا یکی نوشته یه جا داره کار میکنه. یعنی منظورم اینه که اون سی وی ایه، چرا با سی وی اسکور سی وی نامبر میدن؟ به خاطر اینکه بقیه هم بتونن یه کاری کنن. یعنی وقتی من سی وی ای میدم به وردپرس، تمام اشخاصی که وردپرس استفاده میکنن در سر تا سر دنیا میان متوجه این قضیه میشن. ولی فکر کنید من پورتال نمیشم رو سایت خودم فقط، خب چه سی وی ای بگیره خودم هم فقط دیگه. منظورم اینه که اینجوری به قضیه نگاه کنید. و اصلا که بهتون گفتم یا آنلاین یه سکیوریتی کامیونیتیه که همه دارن کمک میکنن بره بالا. حالا مفهوم بعدی که میخوام خدمتتون بدم سکیوریتی تریانگل، مثلث امنیت، که اویلیبیلیتی، اینتگریتی و کانفیدنشیالیتی رو چی میشه؟ شامل میشه. یعنی شامل این سه تا میشه. اویلیبیلیتی یعنی چی؟ حالا من اینجا این مفهوم رو براتون سرچ کنم که ببینید داستانش چیه. مثلثی که میگیم این ستا برای ما خیلی مهمه و اگه دقت کرده باشین تو سی و اس اس اسکور هستش، میگه اویلیبیلیتی، کانفیدنشیالیتی، اینا چه تغییراتی میکنه. این مثلثه مثلث امنیت بهش میگن دیگه، مثلث امنیت بهش میگن. یکی میگه آقا در دسترس بودن یکی از شاخصهای امنیتیه، یعنی اگه یه سایت از دسترس خارج بشه یکی از شاخص ها افت می، یعنی این مثلث باز سه گوشش سه شاخص امنیتی هم. میگه یکی اینا نقض بشه یعنی امنیت نقض شده،
یعنی ممکنه این آسیب پذیری بیاد که یکی اینا رو نقص کنه، ممکنه یکی بیاد دوتا یا بیاد سه تاشو نقص کنه. اگر یه آسیب پذیری بیاد هیچ کدوم اینا رو نقص نکنه که آسیب پذیری نمی، یعنی ما نمیتونیم به این بگیم آسیب پذیری. حالا این سه تا چی هن؟ در دسترس بودن، یک پارچگی داده ها و محرمانگی داده. محرمانگی یعنی چی؟ یعنی من یه آسیب پذیری پیدا میکنم، اطلاعات کارت ملی شما رو افشا میکنم، میکشم بیرون، یا اطلاعات شماره ملی تو میدم، آدرس خونه‌تو پیدا میکنم، این میشه کانفیدنشیالیتی، یعنی محرمانگی رو نقض کردم، محرمانگی نقض شده، این آسیب پذیریه. یا میرم تو ثبت احوال اسم تو عوض میکنم، یعنی اسم من یاشار میکنمش محمد، این انتگریتیه، یعنی من یک پارچگی داده رو نقض کردم، اینم یه آسیب پذیریه. یا یه موقع میرم سایت ثبت احوال کار میکنم دیگه بالا نمیاد، بعد اینکه بالا نمیاد بانک هم دیگه نمیتونه حساب برای کسی باز کنه، همه چی مختل میشه، اینم آسیب پذیری، اینم اویلیبیلیتی. حالا من یه موقع یه دسترسی میگیرم از سرور ثبت احوال که هم میبرمش پایین، هم تعداد تغییر میدم و هم همه اطلاعاتو پخش میکنم تو اینترنت، سه تا نقض میشه، اون موقع است که آسیب پذیری، آسیب پذیری خطرناکه و ما با این میگیم چی؟ کانفیدنشیالیتی نقض شده، اینتگریتی نقض شده، اویلیبیلیتی نقض شده، سی وی اس اسکور بالا میگیره. حالا اینا میتونه کامل نقض نشه یا پارشیال نقض بشه، یعنی چی؟ یعنی یه قسمتیش نقض بشه، یعنی مثلا من میتونم یه قسمتی اطلاعاتو بکشم بیرون، همه اطلاعاتو نتونم بکشم بیرون. پس اینا رو ما تعیین میکنیم دیگه، تعیین میکنیم و هر سی وی ای که میاد بیرون یه به سی اس اس اسکور بهش میدیم، بهش میدیم که ببینیم چه خبره. اگه مثلا بالا 8 خب خیلی خطرناکه، اگه مثلا 3 حالا میشه یه کاری کرد و الی آخر. بچه موارد مربوط به آسیب پذیری رو فکر میکنم براتون پوشش دادم، یکی دو قسمت دیگه اینجا احتمال بیشتر نداریم، فقط میخوام با مفاهیم شما رو آشنا کنم که زبانمون مشترک باشه، که اگه شروع کردیم مثلا از OASP Top 10 رو بهتون گفتم که این Top 10 Top 10 قدیمی هم Top 10 به روز شده، اون موقع مثلا بتونیم مثلا وقتی میگم exploit، وقتی بگم مثلا این CVE رو داریم، exploit رو داریم، اینو داریم، اونجا دیگه چیز نباشه، میگم مثلا confidentiality رو مورد نقض میکنه، اونجا بتونیم زبانمون مشترک باشه. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه، دمتون گرم، خدا نگهدار.